فیلیپ روت، نویسنده 85 ساله امریکایی، درگذشت. او نوه یک یهودی مهاجر بود، اما یکی از اولین منتقدان مذهب و نوشته هایش آشکارا صحنه های جنسی داشت. بسیاری او را بزرگترین نویسنده امریکایی در حال حیات امریکا می دانستند و او صاحب جایزه پولیتزر شده بود و با آنکه نامش به تکرار نامزد جایزه ادبی نوبل می گردید، اما هرگز آن را دریافت نکرد. و ما در صحنه سیاست، پرونده برجام و دیدگاه امریکا همچنان خبرساز است. این آقای ژیل ویلیام گلدن ادل است که می نویسد فرانسه ترجیح می دهد در اشتباه با اوباما بماند و در واقعیت با ترامپ قرار نگیرد. باید گفت این نویسنده که در سایتش خواهان کمک مالی شده نمی گوید پس چرا برای مثال آقای امانو، دیپلمات و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سال 2009 شاغل و رئیس آژانس است، تا کنون در این باره ساکت مانده و جهت موافق نویسنده سخن نمیگوید، در حالی که هر بار لازم آمد او آشکارا مثبت و منفی نظرش را ارائه داد. باید گفت اروپای آن زمان که با حجاب سخن میگفت سپری شده و امروز هرچه میبینیم و میشنویم آشکار است. گفتند برجام، اما نگفتند چند میلیارد دلار در جام برجامشان گذاشته و پولها چه شد. از سوی دیگر آقای لودریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید فشار و تحریم‌های امریکا فرصت مطلوبی برای افرادگرایان در داخل ایران است و کار گفتگو و راه حل یابی را دشوار می‌سازد. در این میان پرونده کره شمالی هم به موازات پرونده ایران حساس است، چه زمانی که آقای ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات می‌کند. It may not work out for June 12th, but there's a good chance that we'll have the meeting. There are certain conditions that we want, and I think we'll get those conditions. And if we don't, we don't have the meeting. And frankly, it has a chance to be a great, great meeting for North Korea. و چه اینکه علنی میگوید ممکن است تاریخ ملاقات دو رهبر کره شمالی و امریکا دستخوش تغییر زمانی گردد. در خبر و تحلیل ها آمده آقای مکرون با شاهزاده بن سلمان گفتگوی تلفنی داشته و درباره ایران و سوریه و یمن گفتگو کردند. همین خبر اضافه می کند در پایان ماه ژوئن کنفرانس بشردوستانه برای یمن در پاریس انجام خواهد گرفت. اما فراتر آقای مکرون که دوست امریکا شناخته شده، همین پنجشنبه با آقای پوتین در سن پترزبورگ دیدار می کند. او که سال پیش در اوج روابط سرد آقای پوتین با غرب میزبان او شده بود، حالا کیست که نداند روز پنجشنبه محور سخنان آنها ایران و سوریه خواهد بود. خانم میسن، وزیر فرهنگ فرانسه، که امروز با همتایان اروپاییش در اتحادیه اروپا به سر میبرد، روز پنجشنبه همسفر آقای مکرون به روسیه خواهد رفت. میدانیم که آقای فیصل معتاد، معاون وزیر خارجه سوریه، در مورد ترک قوای خارجی از سوریه گفته است منظور جمهوری اسلامی نیست. اول اینکه باید پرسید چرا مقام بالاتری این موضوع را مطرح نمی کند، و دوم اینکه جمهوری اسلامی برای آقای اسد آیا قوای خودی است، حتی اگر هموطنان سوریش، حتی معترض اما سوری، کشته شوند. این ناو امریکایی بوش که فرانسه اجازه یافته برای 10 روز تمرین نظامی به روی آن داشته باشد، در آستانه سالگرد ریاست جمهوری آقای مکرون به دفعات مقایسه های بین او و آقای اولاند در رسانه ها انجام می گیرد، از جمله تعداد سفرهای آنها. آقای مکرون در یک سال گذشته 28 نوبت به خارج از کشور سفر کرده و 68 روز در خارج از فرانسه به سر برده است. در پایان همگان می دانند که ادیزه، سیاست و حتی چهره کاخ را در حال تغییر دادن است، و در این میان جمله ای که ارتباطی با آنچه شنیدید ندارد. شاعری در قید حیات در ایران در زمان انقلاب می گفت شاه ایران را کاغذ دیواری و موکت کرد و آبروی برای ایران خرید، خمینی آمد و تمام آنها را از جا کند.